امروزها در تمام شهرها شخصان یاف می شوند که بحری آبادانی کشوری خود می کشند. در پنجکن نیز این گونه شخصان کم نیستند. صاحبکاران دهه رکنابادی شهر پنجکن، کتای و مرزیه و بردیف شرف از جمله این گونه شخصان سخاوتمند هستند که از حساب خود راه پیاده‌گرد ساخته ایستادند. در همین راهی که در سالهای طولانی ناآباد بود و مردم و طلبه های مکتب از آب میکشیدن، سهم خود را گذارم. موافق نقشه در ساختمان این راه 60,000 تومانی پول صرف می شود. من مبلغ صرف کنم هم از شخصانی الواحده که در این راه خدمت میکنند مینداری میکنم. این راه با سرداری ایناقبه خویجه و فور کرده استادن که من از خلقم از همین ها مینداری میکنم. ساکنان دهاتی رکن‌آباد از ساخته ایستادن این راه خرسندی نموده با صاحب کاران کتای و مرزیه و بردیف شرف عرض سپاسی خود را بیان میکنند. خوانندگان مکتب رفتنشان و اهل دهه بسیار دشوار بود. خوانندگان بسیار از خوقت دشواری ها قطی با مکتب میرفتیم. حاضر باشد من از نام خدا و از نام اهل همین دهه و کتای و مرزیه و شرف بردیف و تشکر میگویم. از نام خلق منداری خود را بیان می نمایم. پیراهی که چندین سال پیش فرسوده گردیده بود از نفسازی گردیده شد و حالا مردمان دهه رکن‌آباد از جمله مکتب بچگان دهه رکن‌آباد از این راه قلای استفاده می برند. همین پیراهی آدم گذره که با تشبسی صاحبکاران محلی بیردیف شرفجان و کتای و مرزیه با انجام رسیده ساده است، در یک حالتی ناگواری قرار داشت. بیشتر از 140 خواجگی که در محلی دشتی بالو سکونت داشتند، هم در فصل تابستان و هم در فصل زمستان برای به مرکز دیه فرامدن مشکل میکشند. اما مراجع ساکنان محلی به مقامات های خودیداری محلی همیشه بی جواب میماند. همین ضرورت را به اینابت گرفته صاحبکاران بردیف شرفجان و کتای مرزیه با تشبسی برآمد کرده در دایره چاربینی های بخشیده به 3 سالگی استقلالیتی وطنی عزیزمان و دایره سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی به خود نیت کردند که همین راهی پیاده‌گرد را در شکلی خوبتر نوسازی و تجدید کنند. ما برادران بردیف، بردیمرود، بردیف شرف و امکبچه هم و کتای و مرزیه کریموف مطلوب تصمیم گرفتیم که در پیروی با پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان کمی هم باشد برای آبادانی خلق و وطنمو سهم خود را گذاریم.